مهمان من سخنگوی یک آینه آینی که در اواخر قرن 19 هم به وجود اومد و امروز در دنیا بیش از 7 میلیون پیرو داره آینی که در ایران اون رو فرقه ظالمی میخوانند و پیروانش از بسیاری از حقوق شهروندی محرومند آیا این وضعیت در حال تغییره فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید خیلی ممنون تشکر آقای ثابتان صحبت زیادی از نقص حقوق شهروندی بهایی در ایران میشه دقیقاً چه حقوقی از بهایی ها سلب میشه در ایران تقریبا میشه گفت تمام حقوق شهروندی که متعلق به یک ایرانی هست از بهاییان سلب شده از حق حیات حق زندگی گرفته تا حق تحصیل حق مالکیت حق داشتن وکیل در دادگاه حق دریافت حقوق بازنشستگی حق آزادی بیان و آزادی دفاع از خود حتی حق دفن مردگان یعنی اینکه باهایا قبرستان های باهایی, باهایی مصادره شدند و کسانی که رفتن و اونجا مردگان خودشون رو دفن کردن گفتن که شما اومدید یک جایی رو که متعلق به شما نبوده تصرف کردید در نتیجه واقعا نمیدونیم تا چه حقی هست که باهایا واجد هستند در ایران آها. با توجه به اینکه نقض این حقوق در واقع مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم پاش امضا کرده و همینطور حتی نقض خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه ده. وقت چه توجیهی داره مقاماتی که این کار میکنن میدن به افکار عمومی دنیا به خصوص که اعتراض میکنن به قضیه توجیهی که تا حال در مورد اتهاماتی که زده شده هیچ گونه مدرک قانونی ارائه نشده حتی به وکیل کسانی که دستگیر شدند علخصوص هفت نفر از رهبران بهایی بهشون اجازه وکیل ندادند که ملاقات داشته باشند ولی در محاکماتی که به وجود میاد کسانی که به دلایلی دستگیر شدن در حکم دادگاه نوشته میشه به علت باور به فرقه زاله باهایی یا تعلق به فرقه زاله باهایی یعنی کاملا مشخص است در مدارک قانونی که به خاطر باورها و به خاطر عقیده اینطوره یعنی این مدارکی که شما دیدید. بله بنده آه. این مدارک مقامات جمهوری اسلامی ایران میگن که ما با حد اکثر رعفت اسلامی با بایا رفتار میکنیم و اون مواردی هم که افراد رو مثلا میگیرن و زندانی میکنن به علت اقدامات یا کارهای غیرقانونی اونها است بله بله این اتهامات زده شده متاسفانه ولی اول اینکه جامعه جهانی بهایی تمام این اتهامات رو تکذیب میکنه و دلیل دومش هم این است که اگر که بهاییان به این چون این چیزها متهم هستن گفتن اقدام علیه امنیت ملی جاسوسی برای اسرائیل توهین به مقدسات و مسائل دیگه برای هر کدوم از اینها باید یک مدرک قانونی ارائه بدن باید یک روند و فرایند قانونی وجود داشته باشه که بهایا بتونن تایی اون از خودشون دفاع بکنن ولی هیچ کدوم از این روندها متاسفانه تا به حال ارائه نشده خب یکی از اتهامایی شما اشاره کرد یکی از اتهامایی که مدام و بکرات به کرات میزنن به بهایا اینه که اینها جاسوس اسرائیل هن. با. شما چی میگین در این مورد؟ خب هم تو کارس کردم ما اینو تکذیب میکنیم و سوالی سوال اینجاست که علتش اصلا ارتباطتون با اسرائیل چیه؟ بله ارتباط این است که وقتی که مؤسسه آینه باهایی در همون عواسط قرن 19 ادعا کرد دولت ایران وقت ایشون و خانواده ایشون رو به امپراتوری عثمانی تبعید کردند که الان عراق هست و بعد از اون هم به نقطه ای که اون موقع در حقیقت استانبول ادرنه و بعدش هم یک زندانی یک زندان قلعه زندانی بود به نام عکا این 80 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل هست و البته چون مؤسس آین باهایی و خانوادهش در اونجا وفات پیدا کردن در نتیجه اونجا شده زیارتگاه باهاییان و مرکز جهانی اداری باهایی در اونجاست آین باهایی و مؤسسات باهایی در اسرائیل هیچ ارتباط سیاسی با دولت اسرائیل ندارن و البته هیچ زدیتی هم با دولت اسرائیل ندارن و با هیچ دولتی زدیتی ندارن ولی از قرار فقط حضور این نهادهای اداری در کشور اسرائیل این توهم رو به وجود آورده که باهایا جاسوس اسرائیل هستند و این ارتباطاتی که از قبل در ایران مثلا باهایان از تمام دنیا یه مقدار اعانات خودشون رو که از غیر باهایا پذیرفته نمیشه میفرستن به اسرائیل این رو میگن که پس ما لابد جاسوس هستیم که اعانات فرستادیم ولی بالاخره یک نوعی حمایت از طرف دولت اسرائیل دارین تنها حمایتی که هست حمایت قانونی هست که اجازه دادن که آین باهایی در اونجا باشه و مثلا زمین هایی که شاید هفتاد سال پیش هشتاد سال پیش خریداری شده و الان در اونجا باغ و تراس هایی زدن این الان به عنوان زیارتگاه باهاییان از تمام دنیا مردم میرن مثل این میمونه که مثلا بگیم در مکه تمام مسلمانان میتونن برن اونجا در عربستان و سعودی و اونجا زیارت بکنن ولی این ارتباطی به مسائل سیاسی نداره چون باهایا به طور کلی در مسائل سیاسی حزبی خودشون رو دخیل نمیدونن چه در اسرائیل باشن چه در آمریکا باشن او. چه در ایران باشن آها. حالا راجع به اون مسئله دخالت نکردن باهایا در سیاست در ادامه صحبتمون بهش میپردازیم ولی یک مورد دیگه هم که به شما یعنی بر اساس اون بسیاری از ها رو بازداشت میکنن اینه که نب به اون شکلی که شما میگین تعلق داشتن به این دین بلکه به این دلیل که ترویج میکنن یا ترویج جز اصلا وظیفه اصلی بهایی باز در هر شرایط و به هر شکلی باید ترویج بکنن؟ ببینید در میثاق بینومللی مدنی و اقتصادی و سیاسی در این میثاق یکی از آزادی هایی که مطرح شده آزادی عقیده و باور هست و آزادی بیان اون عقیده و ای ایران جز امضا کنندگان این میساق هست و در نتیجه بهایان حق این رو دارن که ایده و باورهای خودشون رو بیان بکنن این اگر یک نفر تو خیابون ازشون سوال میکنه شما های یعنی چی اونها موظف هستن که اگر جواب بدن سوال نکنه جای با یا خودشون میرن از این عقایدشون رو منتشر بکنن برای جلب افراد دیگه به این دین بله البته در تمام دنیا و اگر که در نقاطی باشن که اه اه علاقه وجود داشته باشه که دا این مطرح بشه این رو مطرح میکنن ولی یا مثل ادیان دیگه به زور و اجحاف نمیرن عقاید خودشون رو برای کسی که هیچ علاقه نداره مطرح بکنن چون که دین یک مسئله خصوصی است و فقط کسانی که مشاق باشن این رو بشنون صد درصد بهشون گفته میشه بله یک با این حال با همه این فشارها و محرومیت هایی که وجود داشته تو چند سال اخیر در ایران یه مقداری اون تابوی دفاع نکردن از حقوق شهروندی بهایی ها شکسته شده به نظر میشه افراد زیادی سازمان های حقوق بشری زیادی در داخل خود ایران از حقوق شهروندی بهایی دفاع میکنن آخرینش شاید مثلا نظرات آیت الله منتظریه که گفته نعم. که بهاییت با ارتداد یکی نیست و حقوق شهروندی ناباز محترم شمرده بشه چقدر این صحبت ها شما رو امیدوار میکنه برای اینکه این حقوق برگرده به خب البته ما بسیار امیدوار هستیم به جهت اینکه این گفتمان حقوق بشر به طور کلی در ایران خیلی وسعت پیدا کرده و شاید بشه گفت در اتساع این گفتمان محروم ترین طبقه ای که در ایران شاید به نحوی گفت باهایان هستند چون از طیف خیلی زیادی از حقوق محروم هستند خب اون هم به تبر روی بالاتر میاد و صحبت بیشتر میشه ما به فرمایشات آقای منتظری و همینطور اخیرا شنیدم که آقای بروجردی هم دفاع کردند. اینها واقعا جای امید داره یعنی شاید جای یک تغییر فکری هست که در یک طبقه خاصی در ایران یک قشر خاصی الان مطرح میشه و شاید این نمونه باشه از فشارهای بین المللی یا از اینکه مسئله حقوق بشر از طریق نهادهای المللی داره مطرح میشه در مورد ایران وضع بهایی در کشورهای دیگه اسلامی چطوره؟ در کشورهای عربی اسلامی هم البته از ایران بهتره بدون شک در مصر یک مشکلی به وجود اومده بود که به باهایان کارت شناسایی نمیدادن چون در اونجا فقط سه تا دین مطرح بود اسلام، مسیحیت و یهودیت و در نتیجه اونجا اگر کسی کارت شناسایی نداشته باشه به هیچ وجه نمیتونه امرار معاش بکنه و این در طی چندین سال خوشبختانه به نتیجه رسید و تصمیم بر این شد که باهایان کارت شناسایی رو بگیرن ولی قید نکنن که چه دینی دارن یعنی اصلا اونجا مطرح نشه و در کشورهای دیگه محدودیت هایی وجود داره مثلا باهایا حق این رو ندارن که علنا دور هم جمع بشن و اجتماعات خودشون رو داشته باشن ولی میزان نقض حقوق بهاییان در هیچ کشوری به اندازه ایران نیست متاسفانه یک موضوع دیگه ای که بسیار مطرح میشه و اون این که امکانات مالی اقتصادی بهایی از کجا میاد شما تا به حال هفت معبد بهایی یا شرقل اسکار بهش میگین مشرق اسکار ببخشید مشرق اسکار در هفت کشور دایر شده و قاعدتا با هزینه خیلی زیادی داشته باشه با اونطور که بعضی از سایت‌های های باهایی میگن در 120 کشور دیگه هم قراره که اینها با. دایر بشه و یا زمینش خریداری شده که بعدا به حال احداث بشه پول اینا رو کجا میارید اینها رو فقط با اعانات داوطلبانه باهایی چون که در آین باهایی از کسانی که باهایی نیستن اعانه گرفته نمیشه یعنی اگرم بشه پس داده میشه در نتیجه فقط خود بهاییان هستند که این معابد رو درست کردن به عنوان یک هدیهای به بشریت یعنی این معابد مخصوص بهاییان نیست لزوما تمام ادیان مسیحیان زرتشتیان مسلمانان همه دعوت میشن که بیان و اونجا با خدای خودشون راز و نیاز بکنن در در نقاطی که این معابد ساخته شده در حقیقت هدیه است به انسانیت هدیه است به انسان اخلاقی که میاد و اونجا با خدای خودش راز و نیاز میکنه آره ولی سوال من در مورد چرا ساخته شده نیست از اینکه هزینه اینا دقیقاً هزینه از کجا اینها این از فقط و فقط از جامعه برملی باهایی تامین میشه آه. از خود باهایی از هیچ کشوری یا جای دیگه کمک میشه, به میشه در این زمین بله بسیار خوب یکی از شما اشاره کردین به اینکه به اصطلاح بر اساس تعالیم بهایی بهایی ها نباید در سیاست دخالت بکنن یعنی چی دقیقا؟ یعنی اینکه حزب سیاسی درست نکنن یا یعنی اینکه سمت دولتی و سیاسی قبول نکنن چیه بر. معنیش چیه این؟ خب سیاست در لغت دو معنی داره یک امه. معنی به عنوان تدبیر امور جامعه هست که به این معنا نیست در آینه بهایی ولی یک سیاست به معنی شاید بشه گفت سیاست بازی او. یا در حقیقت احزاب سیاسی که با هم دیگه همش در اختلاف هستن و بر ضد هم فعالیت میکنن چون در آین بهایی مسئله اختلاف برداشته شده یعنی آینی است که میخواد اتحاد ایجاد بکنه و سیاست بیشتر اختلاف ایجاد میکنه در نتیجه در اموری که منجر به اختلاف میشه با هایان دخالت نمی کنن. در اموری که منجر به سازندگی و اصلاح میشه با هایان خیلی هم دخالت میکنن و امیدوارن که بتونن مثل کجا مثلا مثل چه مثلا چجور اصلاحات اجتماعی مثلا تصور بفرمایید که اگر در یک شهری قرار است که مدرسه ای ساخته بشه آه. یا از حقوق زنان دفاع بشه یا از حقوق نجات های مختلف دفاع بشه یا از اه اه به طور کلی اگر از یک باهایی بپرسن که خب نظر شما در مورد این که جنگ رو از بین ببریم یا گرسنگی رو از بین ببریم به چه صورت است بهاییان در این مسائل که البته ممکن از دیدگاه دیگران سیاسی هم تلقی بشه بله ما دخالت میکنیم و نظر میدیم اما اونجایی که صحبت از محافظ کار هست و صحبت از دموکرات هست که این با اون مخالفه و این با این ما میگیم ما در این سیاست های حزبی دخالت نمی کنیم هرچند به طور کلی در روش کشورداری و اینکه چه نوع حکومتی میتونه سازنده تر باشه ما میتونیم نظر بدیم یعنی اگر که امکانی برای شما پیدا بشه دارده. شما تشکیل حکومت هم میدین با نیسا از... اگه نظر دادین لابد میخواین اجراش هم خب به هر حال نظر دادن این است که مثل که شما بخواید از یک متخصصی بپرسید یک متخصص علوم سیاسی که نظر شما در مورد لیبرالیسم چی هست یا نظر شما در مورد فرض کنید جمهوری خواهید چیه ما میتونیم در به طور کلی چون این مسئله در حقیقت حضرت عبدالبها که فرزند ارشد معصای نباهی بودن در اواخر قرن 19 یک کتاب نوشتن به نام رساله مدنیه که در این رساله در 20 25 سال قبل از انقلاب مشروطه بود که در اینجا اهمیت خرد، اهمیت حقوق بشر، اهمیت اینکه انسان باید با زمان خودش، با مدرنیته جلو بره یا نه اینها به طور کلی مسائل اجتماعی است و بهاییان در این موارد حرفای زیادی دارن که بزنن و آه. امیدوارن که بهشون اجازه داده بشه که این صحبت ها رو بکنن. خب ولی من جواب رو نگرفتم. اگر صحب. امکان حکومت کردن برای بهائی باشه، به دولت بهایی تشکیل بدن این کار میکنن؟ یعنی این در مرام بهائی هست بدون شک. بله. در بر اینکه اگر که خود امکان... مغایره با اون چیزی که در سیاست نباید دخالت کرد. خب ببینید اگر که حکومتی قرار هست که باشه که اختلافی توش ایجاد نشه چون من اون شرط رو اول رو عرض کردم اگر که حکومتی باشه که در اون حکومت احزابی نباشن که بخوان با همدیگه بجنگن و البته در اون مورد با هایی میتونن شرکت کنن و صحبت کنن ولی اگر قرار باشه که این احزاب با هم بجنگن با یا هیچ کاری با اون مسئله نخواهند داشت آقای صاحبتان شما بهتر میدونید که در دنیای امروز برای همه چیز حتی زندگی روزمره افراد هم سیاسیه بل بل. و این یه خود جور در نمیاد با دنیای امروز که بله. حال این سیاست اینجاست و شما چه بخواین چه نخواین به شما تعمیل میشه بله. بل. شما چطور میخواین برای مسائل دنیا راه حل پیدا بکنیم و راه حل ارائه بدین بدون که وارد سیاستش بله، به همین دلیلم هم هست که ما در این دنیایی که الان هست در سیاست دخالت نمی کنیم ولی ببینید یک موقع هست که انسان باید وارد یک مسئله بشه یعنی وارد اون حوزه جنگی بشه و یک موقع است به عنوان میانجی شاید بتونه بره و اونجا به که نه اصلا هیچ کدوم از این اصلا روش کار برای این سیاست اشتباه توجه می‌فرمایید یعنی اگر که ما قرار است که صلح ایجاد کنیم با جنگ نمیتونیم این صلح رو ایجاد کنیم و اگر دنیا الان داره با جنگ میخواد صلح رو ایجاد کنه ما میگیم این عملی نیست و ما در اون دخالتی نخواهیم داشت okay. این به نظر یه مقدار زیادی ایده و آمال و آرزوه بیشتر تا به یک راه حل عملی برای مسائل دنیا شما مثلا الان در شما بغرتون در اسرائیله شما مثلا نظرتون راجع به فلسطینیا چیه بله. شما از حقوق فلسطین هم دفاع میکنید بدون شک این اگر که ما به اون بیانیه‌ای که در سال 1947 وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد و در اون موقع شوقی افندی که رهبری جامعه باهایی رو داشت در همون زمان این یک در همون زمان یک بیانیه ایشون صادر کردند و به سازمان ملل فرستادند که در اونجا در درجه اول تمام مواد حقوق بشر رو قبول کردن و بعد در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل چون در اون سال تأسیس اسرائیل هم در سال بعدش شد و در اونجا اشاره شده که باهاییان در مورد این که حق با اسرائیل یا حق با اعراب هست هیچ نظری نمیدن در این حال که هم باهایی ها از حقوق اعراب دفاع کردن چون تاریخ باهایی ها در... فلسطین در امپراتوری امپراتوری عثمانی این رو نشون میداد که چقدر به عرب ها کمک کردن و هم همین که با یهودیان تخاصمی ندارن و امید ما این است که بالاخره به هر نحوی هست این دو قط با هم یک نوع آشتی داشته باشن و یک نوع سازشی پیدا بکنن آها. ولی اون صحبت هایی بوده که در اون مقطع زمانی شده ولی آه. از اون به بعد الان به مسئله خیلی حادتره و اغلب از افراد سیاسی گرفته تا از افراد دینی از واتیکان گرفته تا رهبران اسلامی و مسیحی و یهودی همه اینا روی این مسئله نظر میدن یعنی الان مشکلی وجود داره در فلسطین و میخواد حل بشه یا حل نشه یا هر کسی یک موضعی میگیره یعنی الان نظ... نظر بهایی ها چیه؟ نظرشون اینه که آیا باعثی دو تا دولت مستقل وجود داشته باشه و در این راه شما چه کمکی میتونیم بکنیم به این؟ بله، من فقط رسما میتونم قدمتون ارز کنم بلد. جامعه جهانی بهایی در مورد اینکه آیا دو دولت باشه یا یک دولت باشه هیچ نظری ندارن یعنی هیچ بلد. نظر رسمی ارائه ندادن تا, این زمان یک نکته که خیلی قاهز اهمیت هست حالا تصور بکنیم که نظر میدادن باهایان در این موارد هیچ نظری ندادن و بهشون میگن اتهام جاسوس اسرائیل هست شما تصور بفرمایید که اگر ما نظر میدادیم دیگه چه شاید اون دلیله. شما, شما در مرکزتون در اسرائیله و نظری هم راجع به اینکه آیا دولت فلسطینی هم حق دارد وجود داشته باشه یا نداشته باشه نمیدین در نتیجه ممکنه این سبب بشه که دیگه شما البته نظری هم درباره. در اس... میدادین نظر درسته. میدادین شاید بلد بلد و البته نظری هم در مورد اسرائیل نمی‌دیم که آیا اسرائیل حق داشته باشه که این مناطق رو تصرف بکنه یا اشغال بکنه یعنی به طور کلی چون ریشه این کار جناب فانی کاملا با اصول بهایی مغایرت داره این کار از ریشه به نظر آینه بهایی خراب هست در نتیجه این که حالا بخوایم با دو تا دولت یا با مسائل دیگه این رفت کنیم اینا فقط مسائلی است که شاید بشه گفت از جهت ظاهری میشه رفت کرد چون مشکل صلح یک مشکل متفاوتی است از دیدگاه آین یک مشکل بسیار اساسی است که باید واقعا از طریق ریشه ای حل بشه و البته در اون موارد جامعه باهایی یک کرسی صلح داره در دانشگاه مریلند اگر که کسانی موافق باشن یا حاضر باشن یا علاقه داشته باشن از طریق اون کرسی صلح میتونیم نظراتی رو بدیم ولی در مورد این مسئله سیاسی به خصوص دخالت ما متاسفانه بیشتر سبب خواهد شد که اتهامات بیشتری ما خب،, خب حالا در اون مورد خاص رو بذاریم که در مورد اوباما نظرتون چی؟ راجع به افغانستان نظرتون بله در حقیقت چندی پیش بود که محفل ملی باهائیان آمریکا یک بیانیه ای صادر کردن در مورد تبریک به آقای اوباما برای اینکه این مسئله تاریخی واقعا در کشوری که این همه نجات پرستی وجود داشت و یک واقعی بسیار جالبی است واقعی تاریخی است این رو تبریک گفتند و امیدواریم که آقای اوباما با ختمش سیاسی که دارن اینها رو پیش ببرن با صحبتی هم که علال خصوص در مصر کردن بسیار امیدوار کننده بود سعی کردند که تمام دنیا رو به برادری بخوانن علال خصوص دنیای اسلام رو و مسئله حقوق بشر رو مطرح کردن در نتیجه اینها تمام مسائلی است که ما هیچ مخالفتی باش نداریم ولی نظری هم نداریم در چه, م... چه مورد به خصوصی با... که مثلا بسیار... بسیاری نظر میدن راجع به اوباما راجع به برنامه هایی که قرار داشت داری یا مطرح میکنه راجع به موزگیش در مورد خاورمیانه موزگیش در مورد ایران همه اینها نظراتی خب به هر بگذاریم برای اینکه شما برحال روشن کردید با... که در سیاست دخالت نمی کنید. حالا بحثی که پیش میاد اینه که شما فکر نمی‌کنین دین بهایی هم مثل هر دین دیگه احتیاج به یک جنبش روشنفکری دینی داره که بخواد خودش رو وقف بده به زبان حاضر یعنی شما تا عبد و دهر نمیتونین کنار بکشین و بگین ما کاری به سیاست نداریم سیاست خودش رو به شما تحمیل میکنه و از شما راه چاره میخواد دارم. شما فکر نمیکنین یک همچین تحرکی در داخل دین بهایی هم لازمه مثل ده. هر دین دیگه ای که وجود داره خب ببین این اون چه که عرض کردم یک مسئله اعتقادی است این عدم دخالت در سیاست اگر که سیاست های دنیا تغییر بکنن و همونطور که گفتم مسئله اختلاف رو برام ببینیم مثلا در آینه بهایی رایگیری وجود داره پس این نیست که ما اصلا مخالف رای باشیم یعنی اینکه چون پیشوای مذهبی این قش و طبقه پیشوا وجود نداره باهایان میرن و رأی میدن به طور سری بدون اینکه هیچ گونه نامزدی یا پروپاگاند باشه خب این از جهت یک مسئله سیاسیه منتها یک مسئله سیاسی است که در اون دو حزب مختلف نمیرن یکی بگه به من رأی بدید دیگری بگه به من رأی بدید و همش با هم بجنگن بلکه اون کسی که واجد شرایط اخلاقی و انسانی و بلوغ فکری است بهش رأی داده میشه در نتیجه دخالت ما در سیاست به این نحو است این نیست که ما چیزی که واقعا جامعه های میگه که سیاستی که به این نحوی که الان ازش برداشت میشه ما در اون دخالت نمی کنیم ولی از دموکراسی تمجید میکنیم روش های انتخابی دیانت باهایی کاملا دموکراتیک هست و به طور کلی مسائلی که در زمینه های سیاسی در تدبیر کشور داریم مطرح میشه ما باش سر و کار داریم ولی آره حال انتقادی که بیشتر اونهایی که بیشتر آشنا هستند به دین بهایی انتقاد رو میکنند اینه که این باهایی در واقع خودشو رو میدونه یا محتاج هیچ گونه نظر دیگران نمیبینه با. فکر میکنه راه حل برای همه مسائل دنیا با. داره با. من یک نکته رو من دیدم در یکی از سایت های شما میگی بهایی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی یعنی در واقع ما احتیاج به هیچ نظر دیگری غیر از اون چیزی که ما داریم نداریم بله نه این من متاسفم که یک چون این تعبیری البته شده چون که م. باهایی ها ایدهشون برای ترمیم عالم برای اصلاح عالم صرفا و صرفا از جهت همکاری و هم بستگی و همیاری است به این معنا که خودشون رو کامل نمیدونن اون تعریفی که شما فرمودید این است که یک فرد باهایی به با عنوان هدف باید سعی بکنه که این صفات انسانی رو انسانیت رو صداقت رو عدالت رو فضیلت رو برای خودش بپرورونه یک هدفی است و اون فرد بهایی است و این باید در عمل انجام بشه ولی این به این معنا نیست که ما احتیاجی به کسی نداریم اتفاقا در یکی از برنامه های آینه بهایی این است که بریم و با دیگران همکاری کنیم اگر چیزی میدانیم به اونها عرضه کنیم ولی بیش از اون یک روحیه یادگیری داشته باشیم که از دیگران یاد بگیریم چون که جامعه باهایی میدونید فقط 150 سالش هست و در این 150 سال بیشتر مثل یک بچه بوده که در حال رشد بوده و حالا یک مقدار داره از خونه بیرون میاد و داره دنیا رو جستجو میکنه و در این فرایند مطمئنان مایل هست که با, هم با از دیگران یاد بگیره همکاری داشته باشیم برای مسائلی نظیر حقوق بشر در یکی از بیان ها بیانیه هایی که بیت العدل با هایان اخیرا اعلام کرده این که با هایان برن و به مسائل حقوق زنان در ایران بپردازن با خیلی خب باشیم آقای ثابتان وقتمون بسیار تنگه آقای ثابتان الان آقای احمدی اینجاد مجددا این سرکار. سر کار و طی دوره اون انتخاباتی صحبت های زیادی از طرف کاندیداهای های مختلف راجع به حقوق شهروندی از جمله حقوق بهایان هم شده شما فکر می‌کنید این تأثیری داشته باشه در موزه های از این به بعد دولت آقای احمدی نژاد در مورد حقوق بهایا امید ما بر این است ولی جناب فانی کارنامه آقای احمدی نژاد در مورد باهائیان متاسفانه زیاد خوب نبوده یعنی از سال 1000 ببخشید از سال 2004 از آگوست 2004 تا حالا بیش از 235 نفر باهائیان دستگیر شدند زندانی شدند محاکمه شدند و این علا رقم کوشش های فراوانی از نه تنها جامعه باهایی بلکه از جوامع مختلف برای احقاق حقوق باهاییان بوده امیدواریم که با طرز فکری که وجود داره ایشون بتونن تغییر خط مش بدن و به حقوق بهایانم رسیدگی کنن آقای فرهاد ثابتان خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه دیگه ممنونم